به ایستگاه خبری تلویزیون ایران آزادی خوش آمدید. 20 اسفند 1402 برابر با 10 مارس 2024. سلام دارم به همه شما شنوندگان ایران آزادی. نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. حمله رشیدی کوچی عضو مجلس ارتجاع به رئیسی جلاب. از فساد چای دبش چه خبر؟ نصفش در زمانی که رئیس قوه قضاییه بودید و نصف دیگرش زمانی که رئیس قوه مجریه بودید اتفاق افتاد. رشیدی کوچی: آقای رئیسی، فساد و رشوه در ادارات رخنه نکرده، جزء لاینفک مراحل اداری برخی ها شده است. هم شما خوب میدانی، هم من، هم مردم. سایت حکومتی دیدبان ایران: به دنبال افزایش مشکلات، حاشیه‌ها و تحریم در مترو، مسعود درستی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و هومه، سر کار خود حاضر نشده و به دنبال کناره‌گیری است. سایت حکومتی دیدبان ایران: وجود حجاب‌بان‌ها برای مسعود درستی خوشیوم نبود و او در حالی وارد فهرست تحریم کانادا قرار گرفت که به دنبال خروج خانواده‌اش از ایران بود و حالا با این تحریم تیر او و خانواده‌اش به سنگ خورده است. سایت حکومتی دیدبان ایران: مسعود درستی گفت مترو حجاب‌بان استخدام کرده است، اما ما هاست در حال پیگیری تا حد التماس برای جذب نیروی متخصص هستیم. در این اثنا مشکلات اجرایی هم بالکل نیست. پاسداران جنایتکار خامنه‌ای روزهای چهارشنبه و شنبه 16 و 19 اسفند با شلیک به جمعی از کولبران زحمتکش کرد در مرزهای بانه و نوسو 5 تن از آنها را مجروح کردند. روزنامه الشرق الاوسط: نخست وزیر اسپانیا میگوید پیشنهاد خواهد کرد که پارلمان کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. سانچز گفت من این کار را از روی اعتقاد اخلاقی برای یک هدف عادلانه انجام می‌دهم، به این دلیل که این تنها راهی است که دو کشور اسرائیل و فلسطین می‌توانند با هم در صلح زندگی کنند.